هم میهنان آزادی خواهم، درود بر شما. در اولین برنامه خبری امروز با عناوینی بسیار مهم با شما هستیم. زهر چشم شبانه اسرائیل از جمهوری اسلامی، حمله سایبری به مراکز اتمی. طرح فریبی که توسط دولت پزشکیان در دست اجراست، قیمت بنزین بلای جان جمهوری اسلامی. اما پیش از مشروع این اخبار بشنوید پیام زیبای این هموطن آزادی خواهمون رو در کنار خلیج همیشگی فارس. از خلیج همیشگی فارس تا ابد درود میفرستم به روان پاک شاهنشاه آریامه. شاهنشاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد. یاران و همراهان عزیز کانال کیوز، که از شما میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. شب گذشته و تنها ساعتی پس از آن که شبکه 14 اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور برای حمله پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی آماده می شود، اتفاقاتی عجیب در کاشان و اصفهان به وقوع پیوست. گزارش شهروند خبرنگاران از شهر کاشان حاکی از آن است که این شهر شب گذشته را در خاموشی مطلق به سر برد. همزمان از اصفهان نیز گزارش شده که برق شهر نطنز و برخی از مناطق نزدیک به این شهر در شب گذشته قطع بوده است. همچنین برخی از شهروندان با اشاره به شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی نیروگاه اتمی نطنز از رفت آمد و گسیل نیرو به سمت این مراکز اتمی خبر دادند. ویدیوهای منتشر شده از شهر اصفهان نشان می‌دهد که بالگردهایی با سرعت به سمت نیروگاه اتمی نطنز در حال حرکت هستند. ساعتی پس از این اتفاقات منابع گزارش دادند که شب گذشته حمله سایبری و گسترده به زیرساخت‌های نیروگاه اتمی نطنز انجام گرفته است و همین حمله باعث خاموشی در شهرهای کاشان و اصفهان بوده است. این منبع تایید کرده که حمله شب گذشته بیشتر به یک رزمایش سایبری شبیه بوده و به احتمال زیاد هکرها به دنبال تست حمله وسیع به زیرساخت‌های اتمی جمهوری اسلامی بودند. گفته شده در صورت حمله اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی سپاه و نظام در داخل کشور، هکرها در ابتدا با از کار انداختن نیروگاه‌های برقی و پدافندی نظام عملاً جمهوری اسلامی را در برابر هر گونه حمله احتمالی کور و آچمز خواهند کرد. در همین رابطه به گزارش کانال 12 اسرائیل، ارتش و سیستم امنیتی این کشور برای مقابله با حمله احتمالی ایران از چند جبهه آماده شده است. بر اساس این گزارش، برآورد اسرائیل نشان می‌دهد پاسخ ایران قطعی است، اما حکومت این کشور هنوز تصمیم نگرفته به چه شکلی پاسخ دهد و چه زمانی حمله کند و دامنه و شدت آن چقدر خواهد بود. کانال 12 اسرائیل در گزارش خود افسوده ارتش این کشور گمان می‌کند این احتمال بالا هم وجود دارد که حمله از چندین عرصه به طور همزمان و نه تنها از قلمرو جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد، اما از سوی دیگر گندگویی‌ها و لفاظی مقامات رژیم همچنان ادامه دارد. مصطفی رستمی نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌های کشور درباره حمله به اسرائیل گفت: می‌گویند بمب افکن‌های B-52 آمریکا وارد منطقه شده، پس بترسید. او افزود: مگر همین B-52 نبودند که با آن افتضاح از دست طالبان فرار کردند؟ این سپاه آراسته جالوتی رو که ما داریم میبینیم امکان مقاومت نیست. میان میگن نگران باشید، بمب افکن های B-52 آمریکا وارد منطقه شدن، پس بترسید. یه آدم ضعیف ترسوی
دلبسته به دنیای دور از خدا ممکنه با بی 52 بترسن. مگه همین بی 52 دارها نبود که با اون افتضاح از دست طالبان فرار کردن؟ اگر بی 52 برای اینا قدرت می آورد الان تو افغانستان بودند، الان تو عراق بودند. اما مردم ایران روزانه با ارسال پیام‌های اینگونه به جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل واکنش نشان می‌دهند. اینجا خیابون رسالت تقاطع باقری تهران پارسه. خامنه ای نمیخواد بری با اسرائیل بجنگ، این زباله های شهر رو جمع کن. یه بارون اومده دو سه دقیقه تمام زباله ها زده بیرون، ترافیک هم ایجاد شده. تو نمیخواد با آمریکا بجنگی؟ اینا رو جمع کن. شهر دارید بودجه نده به بسیج و سپاه بیاد آشغالا رو جمع کنه که اینطوری گیر کردن. حالا تو میخواد بری با اسرائیل آمریکا بجنگی؟ جنگ توئه، جنگ ملت نیست. به گزارش جروزالم پست، ارتش اسرائیل سطح آماده باش نیروهای خود را برای مقابله با حمله احتمالی ایران افزایش داده است. بنابراین گزارش، ارتش اسرائیل احتمال می دهد ایران ممکن است به جای واکنش مستقیم از خاک خود از طریق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، یمن یا عراق واکنش نشان دهد. این رسانه اسرائیلی به نقل از منابع خود گزارش داده این افزایش سطح آماده باش شامل ارزیابی‌های روزانه وضعیت در تمامی شاخه‌ها و بخش‌های ستاد کل ارتش از جمله فرماندهی جبهه داخلی می‌شود. در همین حال تلاش‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق روش‌های مختلف و با مشارکت کل جامعه اطلاعاتی این کشور تشدید شده است. همزمان نیروی هوایی اسرائیل در حالت تا آماده باش بالا باقی مانده و بر سیستم های کنترل و دفاع هوای خود تمرکز دارد. جروزالم پست نوشته بر اساس ارزیابی ارتش اسرائیل، ایران هنوز در حال بررسی گزینه های خود برای تلافی و ارزیابی ابعاد پاسخ خود است، اما در این حال مقامات امنیتی احتمال تلاش های ایران برای هدف قرار دادن شخصیت های ارشد اسرائیلی در داخل و خارج از کشور را نیز نادیده نمی گیرند. کمبود بنزین به گره کوری برای دولت پزشکیان تبدیل شده، به طوری که نه توان جبران کمبود آن وجود دارد و نه دولت برای افزایش قیمت بنزین به جنبندی رسیده است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بنزین به احتمال زیاد سال آینده گران می شود، اما روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای چنین چیزی را رد کرده است. افزایش قیمت بنزین با آغاز به کار دولت 14 جدی‌تر شده و مسعود پزشکیان بارها نسبت به قیمت فعلی بنزین اعتراض کرده و فروش بنزین به قیمت فعلی را غیر منطقی خوانده است. 1398 می باشد. این در حالی است که رشد جمعیت و درآمد ملی بسیار کمتر از این است. امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دار است حدود 8000 تومان می باشد. به امسال حدود 90000 میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید 130000 میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40000 تومان هزینه دارد. به این در حقیقت مشارکت و همدلی و همراهی همه سیاستگزاران و مجریان و قانونگزاران و فرهنگیان جامعه رو میطلبه که ما بتونیم این ناترازی ها رو به نفع محرومین و به نفع جامعه و به نفع حاکمیت نسل آینده اصلاح کنیم. خلاصه اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده، با توجه به توضیحات فوق، لایحه بودجه سال 1404 را شامل ماده واحده و 17 تبصره متشکل از 4 زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی و 4 فروز برآورد منابع و مصارف تقدیم مجلس می‌کنم. این لایحه از حیث منابع و مصارف شامل 1 بودجه کل کشور بالغ بر 100. تنها کاری که شده آسان‌ترین راه هست متوجه مردم کنیم. ما چه کار باید بکنیم؟ ما چه سهمی داریم؟ آیا کالاهایی که با راندمان پایین مصرف سوخت بالا به مردم میدیم ما سهمی نداریم که اینا حل کنیم؟
اگر میخوایم مدیریت کنیم مصرف سوخت رو، بخاری هایی که هست، نمیدونم موتورخونه هایی که هست، الی آخر، که واقعا به ویژه حالا مسئله جدی که داریم ناترازی، اشاره فرمودن ناترازی گاز طبیعی و فراورده نفتی و گازی واقعا مسئله است. ما امروز حالا اشاره فرمودن 110 میلیون لیتر تولید بنزین داریم، 130 که ظاهرن در روزهای اخیر تا 135 رو فکر کنم درسته 140 رسید. آخر کدوم عقل سلیمی میگه بنزین رو با دلار وارد کنید بیاد لیتر 1500 تومان بفروشید؟ فعلا هم هیچ کاری دیگه نمیخوام بکنیم دور بلافاصله، نگا که دوره آقای عارف چیزی گفت که حالا فردا میخوام بازارسازی کنیم، نه، واقعیت های بخش را داریم مطرح میکنیم، نه حالا تصمیم برای مرد. من نمیدونم واقعا این سردمدارای این مملکت نفهمن یا دور از اون مردم رو نفهم فرض کردن. اصلا یه حرفایی میزنه آقای عارف که ژن برتر این مملکت هم هست، دعای خودش اومده گفته ما بنزین رو به دلار میخریم 1500 تومان به مردم میدیم. آخه یکی نیست بهش بگه مرد مومن تو که ادعای حساب کتابت هم میشه، مگه به مردم حقوق دلاری میدی؟ بعدش هم ثانیاً شما تو خارج تقریبا یه کارگر 3500 دلار با اون کیفیت زندگی میگیره، میخواد بنزین رو گرون کنی دوباره بهونه میگردی؟ جناب عارف، همون عقل سلیمی که میگه ایران خودرو و سایپا باید بمونن، هر جوری هست باید بمونن، باید خودروهاش قرعه کشی بشه، مردم نتونن خودروی روز دنیا سوار بشن. آقا شما خودروی روز دنیا رو اجازه بده، ایران خودرو و سایپا رو تعطیل کن، بذار خودروی روز دنیا وارد بشه، ما مردم لیتری 40000 تومان میدیم بنزین، چون هنوزم به نفعمونه. تو بنزین بکن 50 تومان، هیچ اشکال نداره، لیتر 100 تومان، 20 سوار نفهم، خود زدی به نفهمه، تو جاده رو درست کن، زیر ساخت درست کن، قطار درست کن، راه درست کن، اشکال ما بهت میزنه 50 تومان 100 تومان. خواستم بگم همون عقل سلیمی که نفت رو با 30% تخفیف میده به چین، همون عقل سلیمی که پهباد موشک میده به روسیه و گندم و سویا میاره، همون عقل سلیمی که 300 تا موشک و پهباد میفرسته سمت اسرائیل و دود میشه میره هوا، همون عقل سلیمی که قطر 80% میدان گازی آرشو داره میبره. در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در یک کنفرانس خبری در خبرگزاری ایرنا با اشاره به ارقام 25 و 50000 تومان برای هر لیتر بنزین گفته بود هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا می افتد. نه ترسید، بنزین هر قیمت کارشناسی بشه انشالله خواهید دید آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا میفته، بنزین، گازوئیل، برق، فلان، که هم موجب رضایت مردم میشه هم موجب آبادانی کشور. انشالله ببینید، آزمون های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان انشالله انجام خواهد داد و من این توان رو در آقا مسعود میبینم. مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌خواهیم دروغ بگوییم و بلوف بزنیم گفته بنزین به احتمال زیاد در سال آینده با افزایش قیمت روبرو می‌شود. او گفته موضوع کاملاً روشن است. امسال برای واردات بنزین 90000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما برای سال آینده واردات بنزین 65000 میلیارد تومان پیش بینی شده است. معنای این تغییر اعداد شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده می‌دانیم که امکان صرفه‌جویی در بنزین وجود ندارد و خودروهای موجود در کشورمان هم تغییری نکردند که با کیفیت خودروها مصرف بنزین کاهش پیدا کند. تغییری هم در مصرف بنزین و وضعیت حمل و نقل عمومی ایجاد نمی‌شود و انتظار صرفه‌جویی و کاهش مصرف نباید داشته باشیم. بنابراین راه دوم افزایش قیمت بنزین است. مهرداد لاهوتی همچنین گفته در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق آقای پاکنژاد وزیر نفت شفاف و روشن به نمایندگان مجلس اعلام کرد که گزینه‌هایی برای نحوه افزایش قیمت بنزین در جلسه سران قوا مطرح کردیم.
در واکنش بین سارات روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای نوشته نقل قول منتشر شده به نام وزیر نفت صحیح نیست و اساساً موضوع تعیین قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در زمره سیاست‌گذاری‌های بالادستی است و در این زمینه وزارت نفت فقط مجری تصمیم‌های ابلاغی دولت و مجلس محترم خواهد بود. در ادامه اطلاعیه تکذیب وزارت نفت آمده بدیهی است نقل اظهارات نادرست در مورد افزایش قیمت بنزین و یافتن راهکارهایی برای اجرای آن و انتساب این سخنان به وزیر نفت فاقد اصالت بوده و تکذیب می شود. در حالی که کارشناسان با توجه به ناتوانی جمهوری اسلامی در تولید کافی بنزین افزایش قیمت را اجتناب ناپذیر می دانند، اما افزایش قیمت بنزین با تایید و تکذیب های پی در پی مقامات دولتی روبروست. در این میان روزنامه خراسان در سرمقاله خود نوشته اصلاح قیمت بنزین با چالشی مواجه است که الان نیازمند پیوست اجتماعی است. فشارهای اقتصادی به طبقاتی از جامعه که آستانه معیشتی آنها و تحمل این موضوع را ندارد موجب تلاطم‌های جدی خواهد شد. بنابراین در کوتاه مدت تغییر قیمت اقدام اول نیست. در ادامه این مطلب آمده که در میان مدت تغییر کیفیت خودروهای موجود در مصرف انرژی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اصلاح الگوی زیست پیوسته فنی این موضوع است، اما تا بخش‌های مختلف جامعه نسبت به آسیب‌های ادامه وضعیت موجود و بهره آنان از اصلاح اقناع نشود، تغییرات می‌تواند به بحران تبدیل شود. تورم‌های مستمر دهه‌های اخیر تا باوری جامعه را کاهش داده است و باید برای برخی از اقشار و همچنین تورم‌های سایر اقلام متأثر از افزایش قیمت بنزین چاره‌اندیشی کرد. این بخش نسبت به منفعتشان از این اصلاح قیمت بنزین ابهام جدی دارند و تا گاهی نسبت به وعده‌ها نیز ناامید هستند. یاران و همراهان عزیز، به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم. نظر شما در ارتباط با این اخبار چیست؟ دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این خبر از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شب بر همگی خوش، پاینده ایران.